منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. چگونه آغاز کنم، چه بگویم و یا بنویسم که حق را بیان کرده باشم؟ چگونه میتوان قلب بزرگت و پر از عشقت را و تواضع و فروتنیت را که انسانیت را شامل میشود به قلم و به زبان آورد؟ مذهبت و پیامت عشق بود و هر گوشه خانه را با کلمات عشق پر کرده بودیم. عشق بزرگت مادرم بود و بعد نوه ها، نیمای پر احساس و یاسمن قشنگ و شیرینت و من و نوژن. عاشق خانواده و فامیلت و بچه های فامیل بودی. به خصوص بنفشه و شبنم جای مخصوصی در قلبت داشتند که همواره با تو بودند. عاشق ایران و ایران زمین بودی و زندگی در غربت رنجت می داد. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. من خانه به دوشم. ولی به خاطر نزدیکی به ما و نوه‌هایت رنج دوری را تحمل می کردی و زندگی ما را زیبا و پر می کردی. این خاک فریباست ولی خاک وطن نیست. در آن به چه کوشم؟ ولی در این خانه دوم، در وطن دومت هیچگاه از کوشش نایستادی و همواره در فعالیت بودی. خودت را به یادگیری زبان جدید اسپانیش مشغول کردی و به چه خوبی یاد گرفتی و به لیست زبانهایی که می دانستی اضافه کردی. کامپیوتر را آموختی و با استفاده از آن کتابهای متعدد ترجمه کردی و برای ما به یادگار گذاشتی، مانند کتاب اشعار الیس واکر برنده جایزه پولیتسر، کتاب اشعار پل ویغلن و ژاک پروخت فرانسوی و پابلو نرودا زبان اسپانیش، کتاب داستانی برای بچه ها به نام نیکولاس کوچولو از فرانسه برای بچه ها ترجمه کردی، کتابی در مورد تاریخ زرتشتی و جمع‌آوری اطلاعاتی برای تبعیت و سیتیزنشیپ در امریکا و ترجمه های مختلف. عاشق ادبیات بودی و در جوانی کتاب نیلبک یشمی که به چینی بود از زبان فرانسه ترجمه کردی و در حال چاپ کردن آن بودی که به عللی به تأخیر افتاد و دیگران آن را به نام خود چاپ کردند. همواره در این وطن جدید با ایران زمین و سیاست‌های آن درگیر بودی و نامه‌هایی برای اعتراض به سیستم ایران و خشونتگری‌ها به سازمان ملل می‌نوشتی. قابل تذکر کوچکی است که مدتی نیز در مانروویا یونیفاید سکول دیستریکت داوطلبانه کار می‌کردی تا کتاب وطن دومت هم خدمتی کرده باشی. ورد زبانت بود. این کوزه چون من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که برگردن او میبینی دستی است که برگردن یاری بوده است. در روزهای آخر برای مادرم میخواندی ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش سپولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. عاشق طبیعت بودی، باغبانی و گلکاری تفریح جدیدت بود. بدان که با یادت درختی در منزلی که عاشقش بودی خواهیم کاشت. هر گوشه این خانه و حیات تو را صدا می کند و تو را می طلبد، اما که رفتی و ما را در حسرت دیدارت گذاشتی. گفتنی در مورد پدرم بسیار است. شوخ طبیع او، لبخندهایش، رقصهای کوچولویی که می کرد، عشق و محبت و انسانیتش و خاطراتش روزهای من را زیبا و شبهای من را پرستاره می کند. با یادش و خاطراتش زنده ایم و زندگی می کنیم. اکنون می دانم که آسوده از رنج و غصه در آسمانها جای داری. دوستت داریم و به وجودت که عشق از آن لبریز بود افتخار می کنیم. به قول خودت در خانه جدیدت
هموار شاد باش و شاد زی، که ما را در این خانه جز این آرزوی نیست. از اینکه در این مدت ما را دلداری دادید و همراه با ما بودید کمال تشکر را می کنیم. مطمئنم پدرم از دیدار همگی شما در اینجا و تلفن و محبتتان بسیار دلخوش خواهد بود.